مرداد کریمیان از سمت چپ قصد داره توپ رو بروی دروازه تیم استقلال اهواز ارسال بکنه. ارسال بلند کریمیان، اینور ضربه سر از عمران زاده، اجازه نمیده شهباز ارگینوف توپ رو جمع بکنه. بابایی و ضربه ارگینوف بعد از برخورد بازیکنان استقلال مجددا تبدیل به کرنر میشه. ارسال شیرزاد یا ضربه سر توی دروازه، جوزف ادیشون موفق شد دروازه استقلال اهواز رو در دقیقه 17 این بازی باز بکنه. بازیکن نیجریه یه تیم فوتبال پاس موفق میشه دروازه استقلال اهواز رو به شکل بسیار زیبایی باز بکنه و جواب اعتماد وینگو بگوویچ رو به خوبی بده. یه بار دیگه بازیکنانه پاس، جوزف پشت محوطه جریمه ضربش رو میزنه، یه موقع برای علی آبادی، ضربه ی علی آبادی که دقت لازم رو نداره. توپ را دور میکنن پشت محوطه جریمه برای مهداد کریمی، ضربه کریمی و توی دروازه. گل دوم برای پاس همدان با شلیک سنگین مرتضی کریمیان که بعد از برخورد به یکی از بازیکنان آبی پوش تغییر جهت داد و بابایی رو کاملا مایوس کرد از اینکه بتونه توپ را جمع بکنه. در بین چهار گلزن برتر سه تاشون خارجی هستن. از پاس محمد غلامی 29 هست، محمد ناصر شکرون از استقلال اهواز، حمید رضا رجبی از استقلال اهواز، شهباز ارگینوف و حریف عمر زدن با 5 گل زده در پایین جدول هستن. یه فرصت دیگه برای بازیکنانه پاس و توی دروازه. گل سوم برای پاس همدان شکل میگیره. این بار هم جوزف ادیشون موفق میشه دروازه استقلال اهواز رو در 39 دقیقه بازی باز بکنه. دعوت حضورتون بفرمایید و حضور همچنان آقای هاشمی نصب. اومدیم دیگه. نه آقای هاشمی نصب قرار کار بکنم به عنوان دوست. به عنوان یه دوست اومدم فعلا. دوباره دوست؟ بله ما همش دوست دیگه. اومدیم بازی رو ببینیم دیگه. توجه به اینکه خدا داد قرار بود همکاری کنه با تیم استقلال اهواز، این مسیرم تنها بود 4-5 ساعت گفتیم بریم که تنها نباشه. یعنی شما قرار نیست که همکاری بکنید؟ فعلا نه، من بازیکن پیامم واسه پیامم شکایت کردم باب تحققم. تو جلسه ای که 3-4 روز پیشم تو کمیته انضباطی داشتیم حضور نیافتم مدیراشون. آقای شریفی جلسه دیگه گذاشته تو این هفته که انشالله تکلیفم با اونا معلوم بشه. من نه کاری به چیزی دارم نه تو، با خداداد اومدیم تو مسیر تنها نباشه. حالا اجازه نمیشه که ضربه زده بشه. ضربه رو هم میزنن، عالی میزنه به تیر دروازه بدرامه توی دروازه. دروازه پاس رو باز میکنه علی یحیی نژاد تا حساب کار رو 3-1 بکنه. مامانی یه پاس عالی، یه موقعی از ضربه شهباز ارگینوف، واکنش خوب از حمید رضا بابایی. ارسال شیرزاد پشت محوطه جریمه برای شهباز ارگینوف، اون بر به دنبال توپ، جوزف توپ هم میرسه از دروازه خارج شده، بابایی ضربش رو هم میزنه. جوزف ادیشون که این یحیی نژاد هست که از روی خط دروازه توپ رو بیرون میاره. ضربه از عبدالله توحیدی، یه ضربه دمده به بازیکن آبی پوش، اگه اجازه بده امید خورج میتونه خطا باشه. بازیکن استقلال اهواز با خطا بازیکن پاس رو متوقف کرد. در محوطه جریمه ضربه که زده میشه در دستان سامان صفا قرار میگیره. حالا ارسال میکنه، پاس عالی برای مجید غلام نژاد در محوطه جریمه. غلام نژاد، ضربه غلام نژاد. کریمیان قصد داره توپ رو ارسال بکنه به محوطه جریمه. زمینی کار میکنه با جواد شیرزاد. حالا ارسال شیرزاد، یه ضربه حساب و توی دروازه، توی دروازه. سید محمد علوی حساب کار رو 4-1 میکنه. ارسال زیبای جواد شیرزاد، ضربه سر سید محمد علوی، پاس همدان 4 استقلال اهواز 1. رجعی بازی رو به جریان میندازه با یه ارسال بلند، ضربه سر رو خورج میزنه، اینور به شهباز ارگینوف میرسه. میتونه یه دمبل دیگه رو طراحی بکنه بازیکنان پاس با کریمیان. یه پاس عالی امید غلام نژاد صاحب تو میشه در محوطه جریمه. فرصت بر بازیکنان پاس تو عرض، موقعیت و توی دروازه، توی دروازه. امید ابوالحسنی در اولین حضور خودش در محوطه جریمه موفق میشه پنجمین گل تیم پاس رو به ثمر برسونه در 70 دقیقه بازی. به پشت محوطه جریمه برای حاجی زاده، میبره اون سمت علی آبادی. 74 دقیقه بازی، ارسال علی آبادی، یه ضربه از مامانی تیر دروازه. فرصت برای
شهباز ارگیناف این بار دیگه بابایی جلوی گل شدن توپ رو میگیره.